حسین سلامی هارومزاده فرمانده پوفیوز سپاهی کثیف پاسداران کشورهای اروپایی رو تهدید کرد و مدعی شد جمهوری اسلامی توانایی افزایش برد تجهیزات نظامی و ضربه اساسی به اونها رو داره سلامی با اشاره به تحریم‌های اقتصادی اروپا علیه ایران و حضور مخالفان جمهوری اسلامی تو کشورهای اروپایی گفت ایران هنوز به اروپا ضربه نزده اون در ادامه تهدیدهای خود گفت حیات اروپایی ها وابسته به نفت و امنیت و باید مراقب باشن و خودشونو به خطر نندازن تهدیدهای فرمانده کثیف سپاه در حالیه که مقام های ارشد اتحادیه اروپا به درخواست پارلمان اروپا در حال بررسی شرایط قرار دادن نام سپاه در فهرست سازمان های تروریستی این اتحادیه اقدامی که باعث خشم مقامات سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی شده چند روز پیشم امیرعلی حاجیزاده پوفیوز فرمانده نیروی هوافضای سپاه ضمن رونمایی از موشک کروزش با برد اعلامی 1650 کیلومتر گفت به احترام اروپایی هاست که برد موشکامون رو به 2000 کیلومتر نمیرسونیم به شرطی که اونا هم احترام خودشونو حفظ کنند اتحادیه اروپا طی ماهای اخیر پنج بسته تحریمی رو علیه مقامات و نهادهای جمهوری اسلامی به دلیل مشارکت اونها تو سرکوب مرگبار معترضای ایرانی و حمایت نظامیشون از لشکرکشی پوتین به اوکراین وضع کرده. و این در حالیه که کشور در فروپاشی نظامی به هوا رفتن دو مرکز اتمی توسط اسرائیل اتفاق افتاده اسرائیل به تهران رسیده و درو کردن پایگاه های سپاه رو در دستور کار خودش داره در طول بیش از چهار دهه سلطه است بر ایران بارها شاید اعتراض ناراضیان از شرایط موجود بودیم فاصله زمانی اعتراضات هر بار کمتر از قبل و آگاهی جمعی در بیان مطالبات و حضور در کف خیابون بیش از پیش و سرکوب سیستم هولناکتر از ادوار قبل بود. حال به نقطه‌ای رسیدیم که گستردگی اعتراضات از لحاظ زمانی و جغرافیایی ما را به فرمول‌های مطلوب برای ایجاد دگرگونی در کل ساختار رژیم نزدیکتر از هر زمانی کرده. اما به دلیل نبود سازماندهی مناسب و عدم انسجام اپوزیسیون کارآمد پتانسیل کف خیابون رو باز هم از دست دادیم و دستاوردمون نه برآورده شدن سقف مطالبه که همونا فروپاشی ساختار استبداده بلکه پس از خونهای ریخته شده و هزینه های متحمل شده تنها گامی به مطلوب نزدیکتر شدن بود ریشه کاسته هامون کجاست که هر بار به جای تسخیر خیابون که هدف قایمون از اعتراض قیام و مبارزه است این تکرار عبس رو دوره می کنیم و قربانی سرکوب رژیم میشیم. شاید شیوه موفق مبارزه در برابر رژیم تا بن دندون مسلح رو گم کردیم و ادبیات جنگیدن با نیروی سرکوب رو از یاد بردیم برای در هم شکستن ساختار قدرت این چنینی و برای سفارایی در برابر حکومتی که به خدعه نیرنگ و فاشیسم آلوده است و واهمی از گشودن آتش به روی معترضان در کف خیابون نداره به تلتیف فضای مبارزه سرگرم شدیم و حاکمان رو به تجهیز قوای نظامی و لابی با سران جهان واگذاشتیم ما همین ملغمه ای است که اسیر اونیم و سایه شومی است که بر سرمونه و آرزوهامون رو که دود میکنه و به هوا میبره رژیم در دهه شست بشوز از بین بردن گسترده انقلابیون و مبارزان کلی احزاب و ارگانهای پیشرو را رو سر برید و مدفون کرد. بعد با ایجاد فضایی تک قطبی به جهدهی افکار یا به بیانی درست از بین بردن هر نوع تفکری اقدام کرد. اینکه امروز اپوزیسیون ناتوان از سازماندهی قیام مردمی است و ادبیات توده خصوصا نسلهای پس از خود را نمیشناسه ضعفی مهم و لازم و تحلیل و برگ برندهای در دست رژیمه و شکستی دیگه تا بر اون از آن نداشته باشیم و چارهای بر اون نیندیشیم امکان برون رفت از اون رو هم نخواهیم یافت هر بار اگر چه گامی به پیش برداشته باشیم اما هولناکتر از قبل سرکوب میشیم ما می توانیم کف خیابان را تسخیر کنیم و در برابر فاشیسم اسلامی و حامیان نظامی اون بیستیم و حمایت های خارجی از رژیم رو در هر شکل و ابعادی بی اثر کنیم اگر اپوزیسیون و نیروهای پیشرویمان شیوه مبارزه با رژیمی کاملا مسلح رو به یاد آورند و توان سازماندهی توده‌ای که از خشم در برابر ستم تقیان میکنه رو باز یابد ضعف ما در نبود تحذب تشکلها و ارگانهایی که باید ارتباط تنگاتنگ با توده می و به ملموسانه ترین شکل ممکن با اخشار مختلف جامعه ارتباط ایجاد می کرد. توده جوانی که در کف خیابان بیواهمه در برابر لوله های مسلح سلاح های جنگی رژیم قد علم کرد تشنه سازماندهی و یافتن راه عملی و مستدام برای مبارزه بود نسلی که پر از شور زندگی است و نمیخواد مثل ما آرزوهاش دود بشه و به هوا بره بدون برنامه مشخص به کف خیابون میاد و کلیدی ترین خواستش رو به ساده ترین زبان بیان میکنه محوری ترین شعار خیزش مردمی اخیر که در هر شهر و کوچه و پس کوچه فریاد شد جمهوری اسلامی نمیخوایم نمیخوایم گویای مطالبه معترضانی بود که نیاز بدونن باید در پس اونچه نمیخوان خواسته هاشون هم ها فریاد بزنن ما هنوز به بزرگترین نقصان 57 و, و چاریم و نمیدونیم در پس نخواستن چه میخوایم اپوزیسیون کارآمد و غیر وابسته داخلی با همه هزینه های متحمل شده به دلیل عدم ایجاد رسانه پرمخاطب از ارتباط تنگاتنگ با توده محرومه و فریاد رساییش به شکلی تاثیرگذار شنیده نمیشه جریانات فعال و تشکلهای داخلی در صورت بازداشت سران و سخنگویانشون به دلیل نداشتن حلقه های ارتباطی قوی و سازمانمند در اطراف خود و تاکید نبود رسانه پر مخاطب راه های حداقلی ارتباط با توده را از دست میدن توده که تا پای جان و تا پای دار پیش اومد به دلیل نبود سازماندهی و فقدان صدای رسای اپوزیسیون در داخلی جان داد و به دار آویخته شد قیام به صدور فراخان تقلیل یافت و خیزش مردمی فروکش کرد از اون پس بود که سوپاپ های داخلی و صادراتی رژیم وارد عرصه شدن و تلاش کردند برای مصادره به مطلوب اوضاع و با و رسم جدول و نمودار و با بررسی انتزاعی و نه میدانی حمایت مخالفان از اپوزیسیون رو جهدهی کنند توده در کف خیابان گام بزرگ رو برداشته و دیوار ترس رو فرو ریخته و در حرکت خودجوش شیوه از یادرفته رفته مبارزه رو احیا کرده حالا نوبت اپوزیسیون کار آمده که با سازماندهی اوزا مانع از به قهقرا رفتن خیزش قریب الوقوع بعدی بشه ما برای فروپاشی ساختار قدرت و گذار از شرایط فعلی نیاز به سازماندهی اعتراضات و خیزش مخالفان و انسجام و پیوند جریانات، تشکلها و گروه ها و فعالین داخل کشور داریم. از تهران تا کردستان، از کردستان تا بلوچستان، از بلوچستان تا خوزستان، از خوزستان تا کوهکیلویه و بای رحمت و از هر کجا که هستیم تا دورترین نقطه‌ای که مخالفی در برابر ستم فریاد برمیکشه همپا، هم پا، هم گام، هم رزم و جامبرکف ایستادیم تا سرنگونی کل ساختار استبداد گلروخ ابراهیمی ایرایی اسفند 1401 زندان اوین